دوستان سلام، امروز 29 ژانویه است. این پیغام ویدئویی برای این ضبط میشه که روی صفحه فیسبوک ما و همچنین روی سایتمون قرار بگیره، چون تا حدود 10 روز دیگه آلبوم جدید منتشر خواهد شد و من لازم دیدم توضیحاتی رو که اینجا یادداشت کردم راجع به این آلبوم خدمتتون بگم. یکی اینکه این آلبوم مجموعه ای از فلواقع کتاب صوتی، مجموعه ای از اشعاره که 70% دکلمه است، دکلمه اشعاره، اشعار عاشقانه‌ای که از سال حدود 1374 تا 1385 سروده شده و سوژه مشترک همشون اینه که اشعار عاشقانه و بعضی از این اشعار ملودی دارن. ملودی یکی دو تاشون رو قبلا شنیدید شما، مثل قطعه گیس که در این آلبوم به صورت دکلمه ارائه میشه. بعضی از اشعار ملودی هایی دارن که خب در فرصت‌های آتی در آلبوم‌های بعدی همراه با ملودیشون ارائه خواهند شد، ولی ترانه‌هایی که در این سایت وجود داره حدود 30%، یعنی آواز خوندن حدود 30% تایم این آلبوم رو در بر می‌گیره. نکته‌ای که هست اینه که اینا همه به ترتیب تاریخی قرار گرفتن و اگر در جایی شده که دو تا شعر بلند کنار هم دیگه قرار گرفتن، یعنی اصول جذب مخاطب و زیبایی شناسی فدای این ترتیب تاریخی شدن، به این خاطر که نکته‌ای که در اولویت بوده و مد نظر بوده اینه که تغییرات سبکی از سال 74 تا 85 در رابطه با این سوژه مشترک یعنی عشق ارائه بشه. فقط ترک شماره 8 به اسم هفتت ساخته شده در تابستون گذشته است که بنده در امریکا زندگی می کردم. بقیه آوازها و همچنین اکثر اشعار که شما می شنوید همه اشعاری هستن که مربوط به سالهای قبل در ایران بودن. این توضیح رو از اینجا عرض می کنم که فلواقع اینو بگم برای قضاوت هنوز خیلی زوده، با توجه به اینکه من مدت زیادی نیست در خارج از ایران زندگی می کنم، یه چیزی بیشتر از 2 ساله، و قضاوت کردن راجع به اینکه کارها در ایران به چه شکل بودن در خارج از ایران هنوز خیلی زوده. در واقع تمام کارهایی که بنده هنوز انجام میدم کارهاییه که در ایران ساخته شده بودن و هیچ کدوم فرصت ارائه و ضبط رو اونجا پیدا نکردن و هنوز تعداد زیادی کار هست که در آرشیو قرار داره و ما قراره که یکی یکی در آلبوم‌های بعدی اونا رو ارائه بدیم. نکته دیگه ای که راجع به این آلبوم هست مشخصه موسیقایی این آلبومه. من این اولین همکاری منه با هنرمندان عزیزی که در بیریا هستن، در این منطقه در کالیفرنیا شمالی که ما زندگی میکنیم، همشون بچه های ایرونی هستن. اسماشون به ترتیب بخوام بگم، به ترتیب که یادم میاد، سیامک صنایعی، سروا تباک، شهاب آل داوود، علی بازیار، شادی یوسفیان، تناز جعفریان، تارا کمانگر، آرش صبحانی و اردلان پایور که این دو نفر آخر همچنان که میدونید از اعضا و پایه‌گذاران گروه کیوسک هستن. و آخرین حرف راجع به آلبوم اینه که این شخصی ترین آلبوم بنده است و فلواقع ادای دینیه به بخشی از گذشته که در زندگیم بوده و طبعا انتظار هر نظر و کامنتی رو از طرف مخاطبان خواهم داشت. و اما راجع به سیستم ارائه آلبوم، ببینید حقیقت اینه که ما هنوز در فیسبوک و در وبسایتمون دسترسی نداریم که بتونیم آلبوممون رو در ایران و فلواقع جای اصلی که مخاطبان ما از لحاظ تعداد وجود دارن ارائه بدیم و بفروشیم، چون که در ایران امکان خرید اینترنتی برای دوستان وجود نداره. طبعا نکته‌ای رو که من می‌خواستم بگم اینه که ما از آلبوم‌های بعدی در این مورد فکر معقولتر و مناسبتری رو خواهیم کرد و حتما روی فیسبوک و روی وبسایتمون خواهیم گفت که به چه صورت میتونن آلبوم تهیه کنن. اما در رابطه با این آلبوم باز به روش آلبوم اوی که پارسال منتشر شد خواستم باز بگم که همه دوستانی که دسترسی اینترنتی دارن به خرید آلبوم از طریق آیتون، سی دی بیبی، چه ترک ها رو بخرن و چه خود سی دی رو همراه با کاورش تهیه کنن،
اگر امکانش رو دارن لطف کنن کپی نکنن و اینو از هر طریقی که روی سایت امکاناتش ارائه شده و همچنین روی فیسبوک بخرن. و دوستانی هم که در ایران هستن و به نحوی نمیتونن غیر از کپی نسخه دیگه ای داشته باشن، اگر از آلبوم خوششون اومد و دوست داشتن که کمکی بکنن، باز به کردار آلبوم اوی، ما هیچ ارگانیزیشنی برای این که جمع‌آوری پول بکنیم و اینها نداریم و لطف کنن همون ایران که هستن خودشون به صلاح دید خودشون از طرف خودشون و همچنین بنده کمک کنن به مؤسسه محک و به کودکان سرطانی. نکته آخر هم راجع به این صفحه فیسبوک و همچنین وبسایت محسننامجو.com که چند ماه اینا راه افتادن و خواستم بگم که در گذشته خیلی از مردم به بنده لطف داشتن و خیلی وقتا بنده رو ساپورت کردن از طریق خریدن آلبوم ها یا کپی هایی که روی سایت های مختلف قرار داشت و مربوط به ناشران مختلف بود و دیگه جای صحبت از گذشته نیست که چه بی‌نظمی های انجام شد و هیچ کدوم از اون فوایدش و به قول معروف حق و حقوقش به بنده یا موزیسین هایی که در اون کارها همکاری داشتن نرسید. اما ما الان شرکتی داریم به اسم پیام انترتینمنت که زیر نظر دوست عزیزم بابک پیامیه و فی الواقع میشه گفت ما در این چند ماه اخیر برای اولین بار ارگانیزیشن خودمون رو داریم و از این به بعد تمام کارهای بنده توسط همین شرکت خواهد بود، منتشر خواهد شد و تمام اطلاعاتی رو که میخواین داشته باشین راجع به کار بنده، راجع به فعالیت‌های بنده، فقط به همین صفحه فیسبوک و محسننامجو.com رجوع کنید و لطف کنید در رابطه با دسترسی به اشعار، در رابطه با گرفتن اخبار، هیچ سایت دیگه ای مورد تایید بنده نیست به غیر از این دو که عرض کردم و طبعا به این سایت رجوع کنید و هر چیزی رو که لازم دارید، هر متریالی، هر مقاله‌ای، هر دسترسی به متن اشعار، هر کدوم از اینها که می‌بینید نیست روی سایت، لطف کنید کامنت بذارید و حتما دوستان به مرور این رو به هر دو زبان انگلیسی و فارسی در اختیار شما خواهند گذاشت. انشاءالله که همیشه موفق باشید و سرفراز و با امید روزهای بهتر. مرسی.